پیشنهادی دیوانه وار برای لیونل مسی، جذب مسی به روش رونالدو. مراسم مرد سال برگزار می شود. اگرچند مدیران اینتر قویان شایعات را تکذیب می کنند، اما به نظر می رسد این تیم واقعا به دنبال خرید لیونل مسی هست. در هفته های اخیر دوباره شایعات جدای لیونل مسی از بارسلونا داغ شده و از اینتر به عنوان یک از مقاصد احتمالی اون نام برده شده است. البته در این روزها پپ ماروتا و آنتونیو کونته جذب بازیکنان مانند مسی را برای اینتر غیر ممکن می دانند. اما گتزو تا دلو اسپورت مدعی شد مدیران نراتوری در حال برنامه‌ریزی برای خرید این فوق ستاره آرژانتینی در تابستان سال بعد هستند. قرارداد لیونل مسی در تابستان سال 2021 با بارسلونا تمام می شود و اختلاف او با مدیران باشگاه اینتر را امیدوار به جذب این بازیکن کرده است. مدیران سونن قصد دارند مجموعاً 260 میلیون یورو دستمزد برای لیونل مسی در نظر بگیرند و از روش یوونتوس برای جذب کریستیانو رونالدو استفاده کند. دو سال قبل بیانکونی در شرایط برای آل مادرید برای خرید رونالدو با توافق رسید که از اسپانسرهای مختلف برای پرداخت دستمزد بهره گرفت و پروژه قدرتمند سونینگ در چین از همین حالا با منابع پولدار برای تأمین حقوق لیونل مسی با توافق دست یافته است. البته همه این اتفاقات به نظر خود لیونل مسی بستگی دارد. پدر این بازیکن اخیراً به میلان ساکن شده و برخی تغییر محل سکونت را نشانه در مورد احتمال انتقال مسی به اینتر می‌دانند. انگیزه رقابت دوباره با کریستیانو رونالدو در صورت تمدید با یوونتوس می‌تواند لیونل مسی را راهی سری آ کند. البته تمام این اخبار فعلا در حد شایعات هست، اما به نظر میرسد اینتر در این رابطه جدی بوده و از همین حالا در فکر جذب این فوق ستاره آرژانتینی در تابستان سال بعد هست. به نظر میرسد برخلاف جایزه توپ طلا دیگر جوایز فردی در سال جاری اهدا خواهد شد. چند روز قبل بود که فرانس فوتبال در خبر شوک کننده اعلام کرد که مراسم توپ طلا امسال برگزار نخواهد شد و این اتفاق ناامید کننده برای ستارهای بزرگ بود که خودشان را برای این مراسم آماده کرده بودند. اما نشرات در آلمان مدعی شدند دو مراسم مهم دیگر یعنی بهترین بازیکن یوفا و فیفا احتمال امسال برگزار می شود. معمولا همساله مراسم یوفا در ماه شهریور و مراسم فیفا در ماه آذر برگزار می شود و این بدان معناست که ستارهای بزرگ تا پایان لیگ قهرمانان فرصت دارند خودشان را نشان دهند. به نظر میرسد رابرت لاندوفسکی مهاجم گلزن بایرن مونیخ از شانس فراوانی نسبت به دیگر رقبا برخوردار باشد و البته موفقیت احتمالی یوونتوس یا بارسلونا در لیگ قهرمانان میتواند بازیکنان چون کریستیانو رونالدو یا لیونل مسی را نیز به دریافت جایزه مرد سال جهان امیدوار سازد. تصمیم نشریه فرانس فوتبال از نظر بسیاری عجیب بود و برخی معتقد بودند چون مسی و رونالدو فصل خیلی خوبی نداشتند چنین تصمیمی اتخاذ شده است. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.